بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با بسیار رحمت یوسفی آگاه روابط بین الملل که در استودیو با ما هستن آقای یوسفی سلام با شما به برنامه خوش آمدید تشکر سلام در مورد صحبت های مشاور امنیت ملی پیشین دانالد ترامپ آقای اچ آر در چی دیدگاه داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام بدم خدمت شما بیندگان عزیز تلویزیون وقت با گفته های یکی بعد دیگر از اراکین حکومت ایالات متحده آمریکا نظر میان لازم می بینیم که یک سلسله تفاوت در حکومتداری دوره آقای ترامپ نسبت به پیشین حکومت داری های پیشین با وجود آمده که یکی بعد دیگر کسانی که در پهلوی آقای ترامپ قرار داشتن در تقابل با او قرار می گیرن یا سیاست های از او نقد میکنن گرچه بس نقد کردن سیاست ها در ایالات متحده امریکا چیز جدیدی نیست در گذشته هم بحث نقد سیاست ها صورت گرفته اما این که تا چه درجه اون قضی نقد ها با استراتژی خود ایالات متحده آمریکا در تقابل قرار داشته این واقعا های زمیت است در این شکی نیست که آقای ترامپ یک فرد متفاوت است در عرصه سیاست گذاری های ایالات متحده آمریکا در بیرون از مرزها و با او استراتژی که ایالات متحده آمریکا در حقیقت در صدد زو بود که در سطح جهان از خود تبارز بده و جنبه عملیاتی و تطبیقی از او پیدا بکنه اما بحثی که آقای مکمستر مطرح میکنه یکی ابعاد داخلی خود آمریکا رو دار یکی هم بحث است که ما در رابطه با افغانستان میخوایم رو به بحث بگیریم اگر از جهت سیاست گذاری های ایالات متحده آمریکا بیایم رو بررسی بکنیم خب این تنها بحث آقای مکمستر نیست خیلی کسای دیگه هم هستن که در تقابل قرار گرفتن آقای جان بولتون به مراتب نسبت به مکمستر ابعاد متعدد و بیشتر در حقیقت بحث گرفته و عناوین عجیبی رو برای آقای ترامپ داده و به عین ترتیب آقای ترامپ هم می‌بینیم به مقابل رو گفته و از جانب خود از حزب جمهوری‌خواه در موقفش در مقابل آقای ترامپ موقف ها صورت گرفته از دموکرات ها خو از ابتدا داشتن تا کنون هم خب چون رقیب سیاسی و انتخاباتی هستن این چیز نرمال از طبیعی است که اونها نقد بکنن اما این که از صف خود آقای ترامپ در حقیقت نقد صورت میگیره خود آقای ترامپ این عادی نیست اما در مورد افغانستان آنچه که گفته که امریکا یا رئیس جمهور امریکا با طالبان شریک شده و سیاستش بر ضد حکومت افغانستان است چه تحلیل میتوانیم از این حرف ها داشته باشیم؟ خب اگر ما به خاطر داشته باشیم جریان دوران ستاد آقای ترامپ قبل از برنده شدن از او یک سلسله شعارهای آقای ترامپ داد که در راستای تطبیق او شعارها میشه بگیم بیشترش نه توانست تطبیق بکنه جامعه عمل در نزد ملت امریکا در پوشیده نشد و به این لحاظ این هم پاینت های منفی میتونه برای انتخابات بعدی آقای ترامپ داشته باشه که کاندید است از این جهت میشه که یگانه گوزینی که تا به حال انوز و از بین نرفته و بتوانند از و استفاده در انتخابات ایالات متحده آمریکا بکنن بحث قضیه صلح خود افغانستان است و این صلح حال به چی قیمت تمام شوه بر افغانستان مهم نیست است دیده ایالات متحده آمریکا البته رابری ایالات متحده آمریکا این بر از مهم است که ما به چی منافع میتونیم بحثی سولر در حقیقت اختتام ببخشیم که او بحث انتخابات از یک گزینه دو بس چالش است که ایالات متحده آمریکا در منطقه مواجه شده او دراز مدت از کوتاه مدت نیست یعنی او چالش نیست که بابت از او کلا صف ایالات متحده آمریکا به یک بارگی تغییر بکنه میشه که هم جنگش از دیدگاه استراتژی ایالات متحده آمریکا دوام پیدا بکنه و هم تعاملش در حقیقت به شکل تدریجی صورت بگیره اما ای که چی ما به نفع انتخابات استفاده بکنیم یک گزینه داغ است و از این جهت سعی تلاش بیشتر وجود داره که یک نتیجه ما داشته باشیم شما گفته هایی که در دو صورت میگیر از جانب ایالات متحده امریکا های عادی نیست هایی که مثلا حکومت افغانستان میشه عادی نیست اما اگر بحث منافع خود افغانستان رو بگیریم مد نظر بگیریم این چیزی دیگر است ما مشکلی که در افغانستان داریم که در حقیقت از این سیاست گذاری ها نمیتونیم استفاده بکنیم این که سیاست های افغانستان رو همیشه بر منافع سیاست های دیگران دیگر کشورها میچرخانیم تا زمانی که ما در داخل خود افغانستان سیاستگذاری های بیرونی سیاست گذاری های داخلی بر منافع خود ملت افغانستان منافع دولت افغانستان اینا رنگوبو و بو سمت سو ندین ما نمیتونیم از سیاستگذاری های بیرون، بیرونی حد اکثر استفاده رو بکنیم به عنوان مثال بعضی آقای که مکمستر مطرح میکنن هدفش بحث سیاست گذاری آقای ترامپ در رابطه با افغانستان است خب شاید ای از بحث داخلی ایالات متحده آمریکا با اون استراتژیشان در تقابل باشه اما بر ما حائز اهمیت است ما طرفدار آقای ترامپ هستم در این لحظه ما به کار میکنه با تمام مانم ما از دفاع میکنم یعنی بس... بیرون شدن نیروهای آمریکا از افغانستان و صلح که ای روند آغاز شده به نفع افغانستان است بحث مسئله بیرون شدن نیروهای ایالات متحده آمریکا به موضوعی دیگر است او هم جنبه انتخاباتی برای ترامپ داره اما بحث قضیه صلح های زمیت است چی چیز میتونه در افغانستان بالاتر از بحث قضیه صلح در اولویت کارهای دولت افغانستان باشه ما در پروسه صلح از دید منافع ملی شتاب زدگی و یک شکننده باشه وقتی که ما ایر مطرح میکنیم این نمایندگی از میکنه که ما باید مدیریت خیلی قوی داشته باشیم که در تمام عرصه بتانیم واقعا همو هژمونی از او رعایت کنیم ما چنین حالت را نداریم چنین مدیریت را نداریم وقتی که فرصت ها میسر میشه نباید ما اینا را مطرح بکنیم چرا اگر زمانی که فرصت ها مطرح نبود آیا ما چی استفاده کردیم مدیریت ما چقدر نقص نواقص داره وقتی که فرصت میسر شده اگر ما این بیایم دلیل مطرح بکنیم در فرصت هم از دست ما میره ما چند هست منتظر چنین فرصتی هستیم آقای کرزی چندین بار بحث قضیه سولر مطرح کرد کسی اصلا هیچ اهمیتی نداد در سطح بین دول بگذاریم داخل خود افغانستان در رابطه با بحث های صورت نمی گیره. امروز بحث صلح که مطرح شده این صلح ما به وجود نیاوردیم ما نتونستیم ای یک واقعیت است که ما فنا باید بپذیریم بدون قید شرط منافع ایالات متحده آمریکا چون بابت کوتا مدت درازمدت مدت در حقیقت به خطر که مواجه شده گزینه سولا بر افغانستان پیش کردن که شاید از این طریق منافع در از مدت کوتا مدت خود در افغانستان ایالات متحده آمریکا بتونه حفظ بکنه و آقای در این زمان در چنین شرایط حکومت افغانستان میتونه که منافع خودش را حفظ بکنه مشکل همین است ما اگر بیایم منافع را تعریف کنیم اگر منافع فردی را فکر بکنیم بدون غیر شرط نه چون منافع فردی در اینجا به ضرر مواجه میشه اما اگه منافع ملی را هدف قرار بدیم باز وقت فرد مهم نیست که کی چی میگه ما موارد اصلی را هدف قرار میدیم و بر میور منافع ملی افغانستان میایم با طالبان به صلح میشینیم شاید از اون طرف بالای اون طرف یک سلسله باشه که های زمیت و فشار بر ایالات بر طالبان وارد کرده بتونه که ما به طرف صلح گام های برداریم ما گفته های آقای مکمستر به نفع افغانستان فعلا بینم که ما به طرف صلح میریم در این شکل نیست که وقتی که ما بحث صلح یا گفتمان صلح که در دعای امروز جریان داره او را هدف قرار میدیم شاید یک سلسله موارد در اینجا فدا شود صلح به معنای کوتاه آمدن است اگر قرار باشه که طالبان نظرات خود را بر دولت افغانستان بقبولانن ای هم سوال نشد اگر دولت افغانستان با تمام معنا به حرفای خود به طالبان بقبولانه که صلح نشد این نامزیر نمی نمیتونیم بگذاریم در حقیقت بدون بدون قید بدون قید شد. یک سلسله موارد که ما خوش نداشته باشیم که از اونا ما کوتا بیاییم ممکن است در پروسه صلح در رقبال از اونا مثلا خاموشی صورت بگیره موقف نگیرن چون ضرورت صلح همی است اگر عنوان سوال برداریم باز بحث مسئله تایید کردن است باید یا طالبان دولت رو تایید کنه یا دولت طالبان رو تایید کنه که در هر دو صورت ما نمیتونیم این طرف هم مشکل داره بود طرف بعض سول به افغانستان که به وجود بیاید در دراز مدت یا کوتاه مدت در طی 5 ده سال ما تفاوت سیاست گذاری ها رو می بینیم اما این کفایت میکنه که مردم افغانستان بر حکومت افغانستان سیم باشن و مرور زمان خود به خود حکومت تحت تاثیر مردم قرار میگیره شما حکومت ایران رو ببینیم زمانی که حکومت اسلامی ایران تاسیس شد سیاست گذاری های زیر از او اون زمان تا این زمان بیایم مقایسه کنیم درست کسانی که داخل ایران می شدن یا خارجی برخورد با او مورد بررسی قرار بدن تفاوت وجود داره اگر در افغانستان هم صلح با وجود بیه ما این تفاوت ها رو در مدت خواهیم دید ممنون از حضورتان آقای یوسفی در برنامه ما تشکر از شما همشن.